هیچ شکم درش نیست. گناه کبیره باز بدتر، اصرار بر کبیره خدای نکرده باز بدتر از بدتر، اینو همش هیچ حبی درش نیست. ولی ما خلاص شرک، ما خلاص شرک، یعنی از حد شرک بگذرید. شرک نه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگر کسی مشرک شد خدای متعال او رو نمیامرزه، او رو نمیامرزه. بدعت در دین گذاشتن شرکه، با حکم خدا مخالفت کردن شرکه. لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرقه در دین درست کردن، عرض شد که در دین خاتم الانبیا رخنه ایجاد کردن، این مغفور نیست و آمرزیده نیست. نه از شرک می پایینتر و یغفر و صریح قرآنه در سوره نساء، در دو جای همین سوره همین عبارت بدون یک حرف کم و زیاد، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. عجب، ما دون شرک چیه؟ دروغ حرامه ولی ما دون شرکه، نگاه به نامحرم حرامه ولی ما دون شرکه. بله آقا اینا همه حرامه اما ما دون شرکه. خوب عنایت کنید، امیدوارم که از این بحث ها خسته نشید. اولا این حرف ها اساس اعتقادات ماست، بعدم بی تعارف کمتر به گوشتون میخوره. تعارف که نداریم که، با من همراهی کنید. میفرماید شرک رو نمیبخشید، از شرک بیاین پایین تر. سوال، خدایا گناهان پایین تر از شرک رو میبخشی یا نه؟ آری اما نه برای همه. عجب اینا پارتی بازیه؟ نه نه نه، پارتی بازی نیست. من این تعبیر رو به کار بردم چون وقتی این بحث مطرح میشه این کلمه رو گاهیش انسان میشنوه. نه نه نه، پارتی بازی نیست، نه، میزانی در بینه، میزان خود قرآن هم بیان فرمود، میزانی در بینه. آقا 100 نفر میارن مثلا فرض کنید روز قیامت مقابل خدای متعال، تمام این 100 نفر گناهانی کمتر از شرک انجام دادن، مثلا همشون دروغ گفتن، نگاه به نامحرم کردن، یه نگاه به این 100 نفر میگم بگن خب از این 100 نفر 35 نفر آمرزیده باقی نه. این صریح قرآنه، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پایین تر از شرک رو خدا میبخشه ولی برای هر کی بخواد، هر کس رو خدا بخواد گناهان کمتر از شرک او رو میبخشه. یعنی اگر 100 نفر باشن که همشون گناهان کمتر از شرک انجام داده باشن، از این 100 نفر تنها کسانی مورد مغفرت قرار میگیرن که خدا بخواد. خدا استخاره میکنه؟ به چه حسابی این 35 نفر رو ثواب میکنه، اون 65 نفر هم ثواب میکنه، شما برین جهنم، شما برین بهش، به چه حسابی؟ حسابش رو سوره طه فرمود، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. عجب، خیلی مشکله. ترجمه آیه اینه، من آمرزندم، نه برای همه، من آمرزندم، مغفرت من مثل بارون نیست که هم تو خونه کافر بیه هم تو خونه مؤمن. نه 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 نه، یه حرفا نیست، مهلت تمام شد، دنیا منقضی گشت، الان قیامت رو میخوام ببخشم، همه رو ببخشم. خیلی در سوره طه ما گفتیم لمن یشا، هر کی خدا بخواد ببخشه. در سوره نساء، در سوره طه میخواد من یشا رو معنا کنه، اینی لغفار لمن، من آمرزندم برای کسی که تابه، توبه کرده باشه و آمنه، ایمانم آورده باشه، بسیار، و عمل صالحن، عمل صالحن کرده باشه. این سه تا بس دیگه، چی میخوای دیگه؟ آقا توبه کرده، ایمانم آورده، عمل صالحن کرده، هنوز کمه؟ بله بله. تا اینجا همش واف بود، تابه و آمنه و عمل صالحا، چهارمیش واف نیست، ثمه است. سبک عوض شد، سیاق عبارت عوض شد، واو هم برای عطفه، ثمه هم برای عطفه، اما این کجا و اون کجا؟ وقتی بخوان یه امری را که رتبتن یا لفظن یا زمانن تأخر داره نسبت به ما قبل، بر ما قبل عطف بگیرن، ثمه میاد. مطلبی تمام شده میگین خب، و اما مطلب بعد بگین ثم. مثل که اینه که حالا میخوان بگن از سنخ اینا نیست، یه جوری دیگه است.
اون چیه؟ ثم اهتدا، توبه کرده باشه، ایمانم آورده باشه، عمل صالح هم انجام داده باشه، سپس هدایت شده باشد. بله، کسی که توبه کرده، ایمانم آورده، عمل صالح هم انجام داده، میگه گمراهه که شما داری شرط میکنید هدایت هم شده باشه. اگر توبه کرده بود، عمل ایمانم آورده بود، عمل صالح هم انجام داده بود، اما هدایت نشده بود، یه آدم آمرزش شامل حالش نمیشه. مگه میشه آقا جان کسی توبه بکنه، ایمانم بیاره، عمل صالح هم انجام بده، ولیکن این آدم گمراه باشه؟ قرآن میگه بله. آیه قبل معنیشو حالا شرح میدم چجوری. آیه قبل بس معنا شد، اگر کسی شرک مرتکب شود لا یغفر، آمرزیده نمیشه. اگر کسی کمتر از شرک انجام بده، از این صدتایی که کمتر از شرک گناهانی رو انجام دادن، عرض کردیم مثلا 35 نفر رو میبخشن 65 نفر رو نه. بر چه میزان و مبنایی؟ بر مبنای هدایت، نه بر مبنای توبه، نه بر مبنای ایمان، نه بر مبنای عمل صالح. اینا همش هست، شرط اصلی هدایته، نه اینکه هدایت که بگیم یعنی توبه نمیخواد، یعنی ایمان نمیخواد، یعنی عمل صالح، نه نه، اونا همش باید باشه، اما اونا کافی نیست. اونی که به اینها جان میدهد هدایته. هدایت چیه؟ آیونی که با لغت عرب آشنا هستن راحت تر این مطلب متوجه میشن، ولی برای باقی آیون توضیح میدم. یه هدایت داریم، یک اهتدا. فرقش چیه؟ هدایت یعنی راهنمایی. آقا مسجد کجا؟ مثلا مسجد فلان کجاست؟ میگید از اینجا میری اینجوری اینجوری، شما رو میگن هادی، راهنمایی کردید. اهم از این که فقط آدرس بدید یا دستش رو بگیرید و به مقصد برسانید، در هر دو صورت به شما میگن هادی. این آدم اگر به هر شما گوش کرد و از همین مسیری که شما گفته بودید رفت و به مقصد رسید، بهش میگن مهتدی، یعنی راه یافته. مهتدی در فارسی یعنی راه یافته، یعنی کسی که توی جاده قرار گرفته. اگر کسی توبه کرده باشه، ایمانم آورده باشه، عمل صالح هم انجام داده باشه، بعدش توی جاده هدایتم قرار گرفته باشه، این آدم گناهانش آمرزیده میشه. اگر تو جاده هدایت نباشه، ولو توبه هست، ایمان هم داره، عمل صالح هم کرده، آمرزیده نمیشه. جاده هدایت چیه؟ نماز، روزه، بالاتر بگی توبه، ایمان، عمل صالح، که خود قرآن گفته توبه، ایمان و عمل صالح، اینا همش وسیله است برای رسیدن به بهش. از اینجا تا بهش یه جاده کشیدن، اسمش صراط مستقیمه. صراط مستقیم یعنی جاده‌ای که از اینجا که سوار بشین تو ماشین، توی این جاده قرار بگیرید، مستقیم برید، قشنگ به بهش میرسید. خب یه وقت شما ماشین دارید، یعنی توبه و ایمان و عمل صالح که حکم وسیله رو داره، همش در اختیار شماست، اما تو صراط مستقیم نیستید، رفتید در یک جاده‌ای که سر از جهنم در میاره. نتیجه اینه که این توبه و ایمان و عمل صالح به درد شما نخواهد خورد و شما رو به مقصد نمیرسونه. صراط مستقیم چیه؟ عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حاکم حسکانی سنی در شواهد و تنزیل نقل میکنه، مرحوم بهرانی در غاقة المرام از طریق شیعه و سنی نقل میکنه، همین بزرگوار در تفسیر برهانش نقل میکنه، مرحوم شرف الدین قرن دهم در تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العطرت الطاهره نقل میکنه. همه شیعه و سنی از پیغمبر نقل کردن که صراط مستقیم یعنی ولایت محمد و آل محمد. عجب، توبه، ایمان، عمل صالح، وسیله، اینها باید در اختیار قرار بگیرن که آدم به بهش برسه، به شرطی که تو جاده‌ای قرار بگیرد که به بهش منتهی می‌شود. اون جاده اسمش صراط مستقیمه. صراط مستقیم رو هم شیعه و سنی از پیغمبر نقل کردن
که عبارت از ولایت و محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت اون حضرت. نتیجه گناهان کمتر از شرک را خدا می آمرزد برای کسانی که بخواهد. برای کی میخواد؟ برای کسی که توبه کرده باشه، ایمانم آورده باشه، عمل صالح هم انجام داده باشه، تو جاده هدایت هم باشه. جاده هدایت چیه؟ جاده هدایت حبت و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت اون حضرت. یعنی گناهان کمتر از شرک را خدا میبخشد فقط برای شیعه و بس.